رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما هستند. آقای رئیسی سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. دارم عرض درود و ادب و احترام دارم از حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی اخبار شیعه. زنده باشید. جناب رئیسی، به نظر شما قرار گرفتن پرونده حقوق بشر چین تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل تغییری در رفتار این کشور در برابر اقلیت‌های این کشور از جمله مسلمانان خواهد داشت؟ اینکه تغییری در رفتار دولت چین در برابر اقلیت اویغور و مسلمانان و اقلیت‌های دیگه داشته باشه، باید توجه کنید که این اجلاس ها و این بیانیه ها و قطعنامه ها معمولا ضمانت اجرایی ندارن، اما به لحاظ آشنایی و افکار عمومی و تبلیغات تحقیقا مؤثره و آگاهی یافتن و روشن شدن اذهان مردم جهان میتونه مانع و سدی برای استمرار این خشونت ها و جنایت ها باشه. نسل‌کشی اویغورها مجموعه ادامه داری از نقض حقوق بشر توسط حکومت کمونیستی چین هست. در سینکیانگ همونطوری که فرمودید از سال 2014 هم این شدت گرفت. ببینید، بسیار از فعالان و سازمان های نهاد مردم بشری و متخصصان حقوق بشر این سیاست رو نوعی نسل کشی تلقی کردن. یک خبری رو که حالا من خودم داشتم و در گزارش نیومده من عرض میکنم، یکی از جنایات بزرگی که ما شنیدیم حریم سازی مردان و پیشگیری از بارداری زنان مسلمان اعلام شده که توسط این دولت داره انجام میگیره و فاجعه آمیزتر از اون که به طرز سیستماتیک در زندانها و اردوگاه‌ها نسبت به زنان مسلمان تجاوز صورت میگیره، تجاوز جنسی صورت میگیره که این یک شرم برای بشریت است. ببینید، فارغ از نگاه اون صفر و صدی که در حوزه سیاسی اصولاً و مقولاتی سیاسی مطرحه، نمیتونیم انتظار زیاد و فوری از تاثیرگذاری این قطعنامه ها و این بیانیه ها، اون هم برای دولت بزرگی مثل چین که به هر حال صاحب قدرت زیادی هست در هم سطوح اقتصادی و هم در سطح شورای امنیت. به لحاظ اینکه یک نظام کمونیستی داشته باشیم، فقط این رو در نظر داشته باشیم که به هر حال این یک نظام کمونیستی از نظر ایدئولوژی و در حوزه سیاسی یک نظام تکثیری است که بسیار خشن با ملت خودش است. جناب رئیسی، دلیل همراهی برخی از کشورهای مسلمان با از جمله ایران با چین و سکوت در مقابل اقدامهای ضد حقوق بشری چین در مقابل مسلمانان چیه؟ ببینیم، اول باید تفکیک بکنیم که خب کشورهایی که در منطقه هستن و کشورهای اسلامی خونده میشن دارای مردم مسلمان و معتقد هستن، اما الزاماً دولت‌های اونها اون معنای اصلی اسلامی رو نداره. اما کلاً اینها به خاطر وابستگی‌های شدید اقتصادی و تنگناهای و نیازمندی‌هایی که دارن دارای موضع‌گیری‌های دوگانه هستند. به خصوص راجع به ایران در گزارش هم مطرح شد، جمهوری اسلامی واقعیتش اینه که دارای یک استانداردهای دوگانه هست، هم در سیاست داخلیش هم در سیاست خارجیش، که متاسفانه در این زمینه باید اذعان کنیم نه تنها این سرکوب رو محکوم نکرده، بلکه در جاهای ما شاهد هستیم که به خاطر همون استانداردهای دوگانه‌ای که داره این سیاست رو توجیه هم کرده. من یه اشاره بکنم که سفیر سابق چین ایران در چین حتی از اون وقوع نسل‌کشی در چین رو و در ایالت سینکیانگ رو اصلا انکار کرده و حتی تا مرز اینکه وضعیت زندگی اویغورها و مسلمانها بهتر شده رو هم مطرح میکنه. بله. به نظر میرسه در مورد اغلب کشورهای مسلمان هم همین هست که حمایت سیاستهای اقتصادی چین و حتی سیاست بین المللی چین که دارای حق وتو هست موجب شده که
کشورهای اسلامی متأسفانه همچین بله جناب موزگیری رئیسی، ضعیفی داشته باشن. چون وقتمون کمه، به مدت 30 ثانیه برام بفرمایید که چه راهکارهایی را برای تن دادن چین به رعایت موازین حقوق بشری به ویژه در قبال مسلمانان این کشور مؤثر می‌دانید؟ شواهد و قرائن نشون میده که راهکار عملی فوری وجود نداره. واقعیتش اینه که همونطور که عرض کردم، ببینید، وابستگی شدید اقتصادی کشورهای منطقه که علی الاغلب هم مسلمان هستن مانع از هر گونه اقدام عملی میشه. امروز با یک مسئله به نام منافع ملی و رفع مضر اقتصادی در میان کشورهای اسلامی وجود داره، اینها همه موجب میشه که یک اقدام عملی مؤثر نشه. ولی در بلند مدت بهترین راهکار این است که در حوزه توسعه کشورهای اسلامی دست به دست هم بدن و خودشون رو بی نیاز یا کم نیاز بکنن و بر اثر این رفع نیازمندی های به خصوص در حوزه اقتصادی و سیاسی بتوانند یک قدرت تقابل و دقیقی با این نوع برخوردهای دولت چین داشته باشند.